سلام. در اینجا میخواهم نرم افزار مولتی میدیا بیلدر را برای شما آموزش بدم. نرم افزار مولتی میدیا بیلدر یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مولتی میدیا میباشد. این برنامه بدون نیاز یا بدون داشتن هیچ نوع آموختن هیچ نوع زبان برنامه‌نویسی شما میتونید برنامه‌های بسیار جذاب بسازید. ولیکن با یاد گرفتن این برنامه شما هیچ وقت یک برنامه‌نویس نیستید. چون این برنامه تمام موضوعات را به صورت پیش‌فرض در داخل خود دارد. برنامه از نگاه ظاهری خیلی ساده و از نگاه کاری بسیار آسان است که ابتدا از داخل پوشه‌ای که من در داخل سی‌دی نرم افزار گذاشتمون رو نصب می‌کنید. طریق نصب هم به همین شکل است که من انجام می‌دم. در این قسمت نکس رو می‌زنید و نکس می‌زنید تا مراحل نصب به پایان برسه. ببینید سریال این نرم افزار را حتما وارد کنید، در غیر اون صورت افزار خروجی خوبی نخواهد داد و در زیر اون می نویسه که نرم افزار شما راجستر نشده، که ما سریال به این شکل باز میکنم. ببینید روی این گزینه کلیک میکنید، این سریال، تا اینجا اینو کپی میکنید، بعد اینجا پیس کنید، این رو هم تا این قسمت کپی کنید، در این قسمت پیس کنید و این گزینه آخر هم تا اینجا کپی کنید و در این قسمت پیس کنید و اوکی بزنید. اوکی کنید. حال نرم افزار راجستر شده و برنامه به همین شکل که هست میبینید هست. اگر بخوایم از طریق منوها توضیح بدیم که مطلقا وقت زیاد میگیره و بیشتر کسام که یاد میگیرن از طریق منوها یاد نمیگیرن و از طریق منوها تمام برنامه هایی که اجرا میشه همه روی از این منوها همه کار میکنیم تا دونه و دونه شما بفهمیم که به کدوم قسمت کدوم گزینه کار میگیره. در حال که اینا مقدار سخت هم نیه، ولی به مرور زمان شما و هم تمام از این گزینه ها میرسیم و متوجه میشین که این گزینه ها چی کار میکنه. ابتدا ما میخواییم یک پروژه نو بسازیم، یک پروژه بسازیم که روی از او کار کنیم. چطور میشه یک اوتوران برای سی دی یا یک کتابخانه الکترونیکی ساخت؟ مثلا یک شخص یک کتابخانه الکترونیکی میخواه بسازه و تمام فایل ها رو در داخل از او قرار بده که هر کاربری که از او استفاده میکنه به محض کلیک کردن هر کتاب به همون قسمت مراجعه کنه. قبل از هر چیزی نرم افزار از نظر ظاهری بسیار ساده، ولی از نظر کارایی بسیار قدرتمنده. ابتدا ببینید در این قسمت روی پروژکت سیتینگ کلیک کنید. این صفحه باز میشه. این قسمت اندازه صفحه شما رو مشخص میکنه. مثلا اگر صفحه شما 640 در 800 باشه، ببینید من الان اوکی میکنم ببینید این بزرگ شد. از این قسمت ابتدا ذخیره کنید تا دقیق متوجه بشید صفحه که من میگم چی هست. در داخل درایو روی دسکتاپ قرار میدید. اوکی میکنم. این صفحه از اینجا خروجی میگیریم که ببینیم که صفحه ما چی اندازه است. ببینید این خروجی گرفتیم. حالا میندازیم این صفحه رو پایین تا متوجه بشید. ببینید وقتی شما هر برنامه بسازیم کاربر فقط ایر میبینه، یعنی این صفحه بالا آماده نمیبینه، ایر نمیبینه، فقط امیکر میبینه. پس بنابراین صفحه شما باید مشخصا اندازه باشه. اگر صفحه شما خیلی بزرگ باشه، مثلا کل از این صفحه بگیره، احتمالا ممکنه کامپیوتر طرف یا کامپیوتر کسی که استفاده میکنه پینتیام 3 یا پایین تر باشه، پس صفحه شما رو وانه میکنه. کوشش کنیم همیشه صفحه خرد باشه، اندازه مشخصا 400 در 800 یا اندازه 1024 در 786 نباشه، یعنی صفحه کامل نگیره. و اگرم میگیره بسیار گرافیک پایین باید داشته باشه. یعنی به این معنا که شما داخل فتوشاپ یک صفحه درست کنیم که گرافیک از بسیار پایین باشه، بعداً اگر خواستیم صفحه بزرگ بگیریم ممکنه بعض کامپیوترها رزولوشن از اینا پایین باشه. مثلا ببینید اگر من این کامپیوتر گرافیک رزولوشن پایین بیارم، این صفحه بزرگ میشه. ببینید
ببینید صفحه بزرگ نصف صفحه گم شد.